وزارت خارجه آمریکا. در روز فساد، رژیم ایران مملو از ریاکاران فاسد است. خامنه ای دارایی های اقلیت های مذهبی را میبلعد و پول آن را به سپاه پاسداران میدهد. تیموتی لندرکینگ، معاون وزارت خارجه آمریکا: باید در یمن راه را بر دخالت رژیم ایران ببندیم. برندگان جایزه صلح نوبل خواستار مقابله جهانی با جنایت علیه زنان شدند. جنرال مکینزی، کاندیدای فرماندهی جدید سنتکام، طی سخنانی در جلسه استماع نیروهای مسلح سنا درباره رژیم ایران گفت: جدیترین تهدید کوتاه مدت و طولانی مدت در منطقه تحت مسئولیت سنتکام، رژیم ایران و جاه طلبی های این رژیم هم در این منطقه و هم در کل جهان است. Gentlemen, welcome. Thank you for your service. Let's start by talking about Iran. General McKenzie, could you give your thoughts as to the سناتور تد کروز از اعضای ارشد سنای آمریکا. بگذارید با صحبت درباره ایران شروع کنیم. جنرال مکنزی، می توانید نظرتان را در رابطه با تهدید کوتاه مدت و طولانی مدت ایجاد شده توسط رژیم ایران بدهید؟ جنرال مکنزی، جدیترین تهدید کوتاه مدت و طولانی مدت در منطقه تحت مسئولیت سنتکام، ایران و جاه طلبی های آن است. سناتور تد کروز، شما تصمیم رئیس جمهور مبنی بر خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؟ جنرال مکنزی، حرف من این است که رفتار شرورانه رژیم ایران در این منطقه قبل و بعد از توافقنامه تغییر نکرده است و در عرصه‌های دیگر که من می‌بینم، مانند توسعه موشک‌های بالستیک، فعالیت‌های آنها در سوریه و یمن و کشورهای دیگر در سراسر منطقه تحت مسئولیت ما تغییر نکرده است. سناتور تد کروز، So let's take those one piece at a time. In terms of ballistic missiles, what are we seeing? What's their capability and what is the threat of those ballistic missiles? در رابطه با موشک‌های بالستیک ما چه می‌بینیم؟ قابلیت‌های آنها چیست؟ و تهدیدهای موشک‌های بالستیک آنها چقدر است؟ جنرال مکنزی، رژیم ایران تصمیم گرفته است که هم موشک‌های بالستیک کوتاه برد و هم میان برد و هم با برد بلند را برای قرار دادن در سیستم هوانوردی خود جایگزین کنند. آنها یک برنامه تهاجمی توسعه برای آینده دارند که آرزوی ساختن یک موشک بالستیک غارپیما را در بر می‌گیرد. سناتور تد کروز، شما ارزیابیتان چیست؟ آنها چقدر به داشتن یک موشک بالستیک غارپیما که بتواند آمریکا را مورد اصابت قرار بدهد نزدیک هستند؟ جنرال مکنزی، آنها دارند آزمایش می کنند و ما سامانه پرتاب موشک به فضای آنها را با دقت زیاد زیر نظر داریم. سناتور تد کروز، و تهدید امنیت ملی چه چیزی خواهد بود اگر رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند؟ جنرال مکنزی، در صورتی که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، فکر کنم آنها به مدت سالیان زیاد موضع خصمانه در قبال ما داشتند. بنابراین شما می توانید فقط حدس بزنید که آنها ممکن است با چنین سلاحی چه کار کنند. ولی من نمی توانم تصور کنم که چیز خوبی که دارای یک سلاح با قدرت ضربت زیاد و توانایی زیاد برای تخریب باشد از ایران بیرون بیاید. سناتور تد کروز، اگر رژیم ایران تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود، این بر منطقه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ جنرال مکنزی، سناتور، من بر این باورم که این در منطقه یک عامل بی‌ثبات کننده خواهد بود.
در صورتی که رژیم ایران تسلیحات هسته‌ای تهیه کند، احتمالاً موجب این خواهد شد که کشورهای دیگر هم تسلیحات هسته‌ای را پیگیری کنند و این بدترین نتیجه برای ما خواهد بود که تکثیر گسترده چنین تسلیحاتی در سراسر این منطقه است. سناتور تد کروز: برای این کمیته رفتار ایران در گسترش دادن، دامن زدن و تأمین مالی تروریسم را توضیح بدهید. جنرال مکنزی: ما این کار را به طور فعال در یمن می‌بینیم. عملاً تراژدی انسانی که ما در یمن با آن مواجه هستیم، محصول جاه طلبی‌های رژیم ایران در یمن و حمایت آن از شبه نظامیان حوثی است. این یک رژیم مستبد است که خیلی وحشیانه پاسخ می‌دهد. Senator, we see it active in Yemen. Actually, the humanitarian tragedy that we confront in Yemen is the child of Iranian ambitions in Yemen. روزنامه اخبار الخلیج بحرین طی مقاله‌ای با عنوان رژیم تروریست می‌خواهد کمک کند به بررسی توسعه طلبی‌ها و نقش مخرب رژیم ایران پرداخته. رویکرد رژیم ایران مبتنی بر دروغ و فریب است که با پررویی و گزافه‌گویی همراه است. در حالی که رژیم ایران تروریسم و ویرانی و خرابی را در منطقه گسترش می‌دهد و تلاش می‌کند هر گونه امنیت و ثبات در کشورهای عربی را از بین ببرد، از نظر سیاسی و تبلیغاتی ادعای حمایت از صلح و ثبات می‌کند. رویکرد سیاسی و تبلیغی رژیم ایران همانند تروریستی است که بی‌رحمانه جان بی‌گناهان را از بین می‌برد و سپس با پررویی در مورد ارزش‌ها و ایده‌های پاک انسانی صحبت می‌کند و مانند قاتل حرفه‌ای پررویی است که در مورد حرمت زندگی انسانی سخن می‌گوید و یا همانند تاجر مواد مخدر است که در مورد خطرات مواد مخدر و حمایت از زندگی مردم درس می‌دهد. دقیقاً این وضعیت رویکرد سیاسی و تبلیغی رژیم ایران است. اگر تنها در این رابطه یک مثال بیاوریم، کافی است که در مورد آنچه وزارت خارجه ایران طی دو روز گذشته اعلام کرد تأمل کنیم. وزارت خارجه رژیم ایران بیانیه‌ای صادر کرد که در آن لباس بیگناهی برتن کرده بود و ادعای حمایت بسیار زیاد از ایجاد صلح در یمن نموده و آرزو کرده که گفتگوهای صلح موفق شود. به این هم اکتفا نکرده و اعلام آمادگی می‌کند که برای پایان دادن به این بحران حاضر است کمک هم بکند. وزارت خارجه رژیم ایران طوری صحبت می‌کند که گویی این رژیم همیشه بیشترین حامی صلح و ثبات در یمن بوده است. حال اینکه همه دنیا می‌داند اگر نقش تروریستی و جنایتکارانه رژیم ایران نبود، مهنت یمن و بحران مردمش ایجاد نمی‌شد. اگر پروژه رژیم تروریست ایران که تلاش کرد بر مقدرات یمن مسلط شود نبود، بحران یمن به حد انفجاری نرسیده و به جایی که اکنون شاهدش می باشیم رهنمون نمی شد. اگر نقش جنایتکارانه‌ای که کودتاگران تروریست حوثی در خدمت پروژه طایفه‌ای توسعه طلبانه رژیم ایران بازی کردن نبود، بحران به این صورت بزرگ نمی شد. چین به کانادا اعتراض کرده که چرا مدیر ارشد شرکت مخابراتی هواوی رو دستگیر کرده. جرم اون نقض تحریم رژیم ایرانه. وزارت دادگستری کانادا روز چهارشنبه مدیر ارشد شرکت هواوی را در ونکوور به علت نقض تحریم‌های رژیم ایران بازداشت کرد. وی که منگ وانجو نام دارد با استرداد به آمریکا مواجه است. یک سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گفت منگ وانجوا در اول دسامبر بازداشت شد و جلسه دادگاه او روز جمعه برگزار شد. شرکت هواوی یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات شبکه ارتباطات راه دور است. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود بن ساسه سناتور آمریکایی این اقدام را ستود و گفت این دستگیری به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران بوده است.
منابع مطلع به رویترز گفتند مقامات آمریکایی در مورد هواوی که یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات شبکه ارتباطات راه دور است، دست کم از 2016 به خاطر ارسال محصولات آمریکایی به ایران که در نقض قوانین صادرات و تحریم‌های آمریکا می‌باشد، در حال تحقیق بودند. هواوی یک شرکت عظیم لوازم مخابراتی و الکترونیک در چین است. دفتر مرکزی این شرکت در استان جنوبی گوانگدونگ واقع است. منگ وانجو دختر مؤسس شرکت هواوی و مدیر مالی آن است. او در این حال معاون رئیس هیئت مدیره نیز هست. منابع مطلع میگویند در صورت استرداد او به آمریکا و محاکمه ممکن است به 30 سال زندان محکوم شود. مقامات بلغارستان روز چهارشنبه از کشف یک انبار مهمات که حاوی بیش از 100 قبضه اسلحه اتوماتیک از جمله تفنگ کلاشینکوف بود خبر دادند. جزئیات رو در گزارشی می‌بینیم. امنیت بلغارستان توانست در یک عملیات 5 شهروند بلغاری و 2 ایرانی را بازداشت کند که گفته می‌شود یکی از بلغاری‌ها سرکرده این گروه سازمان یافته است. همچنین متهمان یک دستگاه چاپ اسناد جعلی داشتند که توسط نیروهای امنیتی ضبط شد. انبار مهمات در زیر یک گاراژ در شهر صوفیه پایتخت این کشور جاسازی شده بود. در این انبار 67 قبضه اسلحه کلاشینکوف، 37 قبضه از نوع اسکورپیان، 43 قبضه اسلحه کولت، 8 کیلوگرم بارود و 50,000 فشنگ کشف و ضبط شد. نخست وزیر بلغارستان در این خصوص به روزنامه‌نگاران گفت: تا کنون چنین انباری با این حجم اسلحه ندیده بودم. آن هم اسلحه شبیه اسلحه گردانهای ویژه ما. مدیر دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته نیز اعلام کرد که این انبار مهمات احتمالاً برای ارسال به یک مقصد مشخصی در اروپا تدارک دیده شده است. سرکرده بازداشت شده این گروه دارای مجوز خرید و فروش اسلحه است، اما در ماه مارس گذشته به جرم فروش غیرقانونی اسلحه به 3 سال زندان محکوم شد و با قید وثیقه تا صدور حکم تجدید نظر از زندان آزاد شده بود. 2 ایرانی دیگر عضو این گروه به اتهام چاپ اسناد جعلی برای گروه مذکور بازداشت شده اند. تولید اسلحه سبک و مهمات در بلغارستان به دلیل کشمکش‌های موجود در منطقه خاورمیانه با رشد خوبی روبرو شده است و تقریباً 3% تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد و نزدیک به 30,000 نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نه تنها در داخل این کشور بلکه در مرز ویلز هم شهروندان را به 2 دسته تقسیم کرده. طی 2 سال اخیر برگزیت در مرکز اخبار سیاسی اروپا بوده است. بیش از 2 سال از برگزاری همه پرسی برگزیت می‌گذرد و با این وجود موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همچنان در قلب اخبار روز اروپا و انگلستان است. برای شهروندان اروپایی که خارج از انگلستان زندگی می‌کنند وضعیت گیج کننده است و به این می‌ماند که اشتباهی رخ داده است. اما کسانی که در مناطق مرزی انگلستان زندگی می‌کنند وضعیت چگونه است؟ شهر چستر با 100,000 نفر جمعیت نزدیکترین شهر به ویلز است. در همه پرسی برگزیت مردم این شهر به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی دادند. البته با اختلافی اندک. 57% شهروندان چستر به برگزیت رأی مثبت و بقیه به ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا رأی دادند. جکی جز کسانی است که 2 سال قبل به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده است. بعد از این مدت جکی همچنان پر و پا قرص سر نظرش ایستاده و معتقد است انتخاب درستی کرده است. یکی دیگر از کسبه نیز معتقد است رأی مثبت به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تصمیم درستی بوده است. اغلب مردم چستر موافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هستند و برایشان مهم نیست هفته گذشته در وست مینستر چه اتفاقی افتاد. همه آنها معتقدند که برای انگلستان بهتر است که از اتحادیه اروپا خارج شود.
درباره جدایی بین اتحادیه اروپا و انگلستان بین شهروندان دو دستگی وجود دارد. نسل جدید بیشترین نگرانی را برای آینده دارد. شارلوت جوان معلم شناست و میگوید بدیهی است که تاثیر مثبتی روی نرخ واردات ندارد. به ضرر بازار کار و اشتغال است. میزان داد و ستد کم خواهد شد. فکر نمی کنم نتیجه مثبتی داشته باشد. در ویلز هم مانند انگلستان، مردم به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی دادند. یکی از شهروندان ویلز میگوید سوال اصلی مسئله مهاجرت است. من با مهاجرت مخالفتی ندارم، فقط به نظرم تعداد مهاجران زیاد است. حضورشان هم باعث شده که دستمزدها کم و فقر بیشتر و بیشتر شود. طرفداران برگزیت و طرفداران ماندن در اروپا در سرتاسر انگلستان در این دو سال که از همه پرسی گذشته است نتوانستند به زمینه و خواستهای مشترک برسند. تنها حس مشترک بین آنها این است که توافق کنونی برگزیت توافقی نیست که می‌خواستند. فرانسه اعلام کرد اگر اعضای اتحادیه اروپا نتونند درباره وضع مالیات بر درآمد قول‌های دیجیتال به توافق برسند، این کشور در سطح ملی چنین مالیاتی را وضع می‌کند. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد من تا ماه مارس به خودم مهلت می دهم تا درباره مالیات قولهای دیجیتال به یک توافق اروپایی برسیم. وی افزود اگر به نتیجه نرسیم این کار را تا سال 2019 در سطح ملی انجام خواهیم داد. فرانسه اندک زمانی پس از آنکه گفتگوهای آلمان و فرانسه در این زمینه به نتیجه نرسید این خبر را اعلام کرد. تمرکز این گفتگوها بر آن بود که بتوان لزوم پرداخت مالیات را به دو شرکت گوگل و فیسبوک محدود کرد. ناکامی گفتگوها در بروکسل ضربه‌ای به برنامه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بود، چرا که دولت وی از نظر سیاسی حساب ویژه‌ای روی مالیات‌ها باز کرده است. این در حالی است که جنبش جلیق زردها در فرانسه با اعتراض به هزینه بالای زندگی و برنامه دولت برای افزایش مالیات‌ها دولت کنونی این کشور را تحت فشار گذاشتند. معترضان خواستار آن هستند که دولت به جای افزایش مالیات‌های عمومی از شرکت‌های بزرگ و اقشار ثروتمند مالیات بیشتری بگیرد. جواد لاریجانی از معاونان قضایی خامنه ای: امروز یک فتنه اقتصادی تمام عیار داریم که بر افت کارآمدی شدید در کشور سوار شده است. این فتنه مشابه فتنه 88 است، اما با این تفاوت که در فتنه 88 مردم را به خیابان‌ها کشاندند، اما در فتنه جدید مردم نان و آب می‌خواهند. دشمن به دنبال احیای مجاهدین در کشور است. Thank you.